ستاره های سوخته، رویاهایی که کابوس شدن. همین اول ویدیو بگم که هدف ما سرکوف زدن به هیچ کس نیست و نمیخوایم اتفاقات دردناک و یاد آدم های مختلف بیاریم. هدف فقط اینه که جوانای امروزی از سرگذشت بازیکنای قدیمی تر درس بگیرن و از ریل بیرون نرن. لازمه نسل کنونی ستاره ها بدونن فاصله بین آمال و آلام اونا نیست و باید قدر سرمایه ای رو که در اختیار دارن بیشتر بدونن. 1. میخوام نابود بشم، مزاحم نشید. در طول تاریخ کمتر آدمی تا این حد برای از پا در آوردن خودش اصرار داشته. پیام صادقیان همه کار کرد که نباشه، که بسوزه، از بین بره. وقتی به پرسپولیس اومد همه میگفتن نسخه جوان ناصر محمدخانی به بازار اومده، یه ستاره تکنیکی و خلاق که میتونست یه دهه مثل الماس بدرخشه. اون اما با یه فصل هنرنمایی طوری اقنا شد که انگار همه جهان رو فتح کرده. همین اواخر بود که رسانه ها از قول اون نوشتن حسرتی ندارم، در فوتبال به هرچه میخواستم رسیدم. حتی لیونل مسی بعد از 7 توپ طلا و کسب 39 جام با تیمای مختلف چنین حرفی نمیزنه. قصه پیام اما قصه یه سقف کوتاه و یه ستاره کم جنبه بود. بله، شاید اون محرومیت برای اون زیادی بود، شاید بزرگترها خیرخواهی نکردن و شاید میشد به این بچه بیشتر از این حرفا کمک کرد. پرونده صادقیان ممکنه مقصرهای زیادی داشت. یکی از خوش‌چهره ترین بازیکن‌های فوتبال ایران چه عاقبت زشتی داشت. وقتی علی اکبریان در استقلال ظهور کرد به اون لقب روماریوی ایران دادن. مهاجم زهرداری بود اما زهر اصلی رو به زندگی خودش ریخت. بعد از یه دوره افول فنی به پرسپولیس پیوست و بعد از یه مسئولیت سنگین برای همیشه خونه نشین شد. گویا در چنین بحرانی است که اکبریان به سمت مواد مخدر میره، از مصرف تا فروش. اکبریان ابتدا به اعدام محکوم شد اما در تجدید نظر حکمش به حبس ابد کاهش یافت. 5 سال قبل زمانی که امیدواری هایی برای بخشودگی او به وجود اومده بود، در روزهای مرخصی از زندان دوباره به جرم حمل شیشه دستگیر شد و حالا دوران تیره محکومیت رو پشت سر میذاره. مقایسه تصاویر دیروز و امروز اکبریان ویران کننده است. از اون عرش به این فرش، با خودت چه کردی پسر؟ خداوندا مراقب تموم بنده هات باش. پایان ملی در 27 سالگی. هنوزم آدم باور نمیکنه مهرداد پولادی چنین واکنش عجیب و غریبی به داستان جعل کارت خدمت سربازی نشون داده باشه. در اون سونامی عجیب مدارک کلی بازیکن ابطال شد. خیلی از اونا به آسون‌ترین شکل ممکن خدمتشون رو در تیمای نظامی انجام دادن و آزادانه سراغ کار و زندگیشون رفتن. در تموم این پرونده هیچ بازیکنی حتی یه دقیقه هم محبوس نشد. پولادی اما طوری رفت که انگار اگه بمونه اعدامش میکنن. حیف از این بازیکن دو پسته و توانمند که اینطور سرگردون شد. مهرداد یه هافبک دفاعی و دفاع چپ قلدر بود که در جام جهانی برزیل هم درخشید. اون فوتبال ملیشو در 27 سالگی تموم کرد، یعنی همون سنی که وحید امیری اولین بازی ملیشو انجام داد. ببینید مرتضی چقدر جا برای پیشرفت داشت و استفاده نکرد.
کار اون حالا به تأسیس سایت شرط‌بندی کشیده و تازه هر زمان قرار باشه به ایران برگرده، اول از همه باید تکلیف خدمت سربازیشو روشن کنه. نقطه سر خط. طوری که انگار وجود نداشت. مجاهد خضیراوی هنوز 41 سال پر نکرده، اما قصه اون سال هاست تموم شده. اونقدر دور و کهنه که انگار مربوط به یه کتاب قصه خاک گرفته است. آتیشپاره آبادانی اوایل دهه 80 در ترکیب استقلال قوقا میکرد. سرعت بالا، تکنیک ناب جنوبی و سرعت عمل در تصمیم گیری از اون یه پدیده تموم عیار ساخته بود. دریبل های ریز و دو طرفش تماشایی بود و مثل آب خوردن خط دفاعی حریف رو به هم میریخت. خیلی زود چشم بلاژوویچ رو گرفت و به تیم ملی رسید، اما زودتر از اون چه ظاهر شده بود رو به افول گذاشت. هیچ وقت هیچ کس واقعیت داستان اونو ندونست. شایعات عجیب و غریب در مورد مجاهد زیاده، اما خودش میگه به روح پدرم فقط یه جشن تولد ساده رفتم. یه محرومیت 3 ساله برای اون بریدند که بعد به 20 ماه کاهش پیدا کرد. مجاهد برگشت، اما دیگه خبری از اون ستاره تر و فرز نبود. اون گم شد، محو شد، طوری که انگار هیچ وقت نبوده. چقدر گناه خودش بود و چقدر تقصیر دیگران فقط خدا میدونه. داستان یک سقف کوتاه. چرا باید اسم علیرضا نیکبخت واحدی تو این فهرست باشه؟ هم با پرسپولیس قهرمان شده، هم با استقلال. 70 بازی ملی هم داره. ظاهرا اون از تبار ستارگان سوخته نیست، اما دستاوردهای علی نیکی میتونست خیلی بیشتر از اینا باشه اگه قدر خودشو میدونست و تا خرخره در حاشیه فرو نمیرفت. روزگاری اتلتیکو مادرید سفت و سخت دنبال این هافک مشهدی بود. اون اما گوهر جوونیشو دست کم گرفت و ارزان فروخت. نیکبخت واحدی جام جهانی آلمانو مفت از دست داد و سالها بعد در دوره علی دایی هم از تیم ملی اخراج شد. حالا چرا؟ چون خودشو در حالت غیر عادی به اردو معرفی کرده بود. نیکبخت اگه استاندارد زندگی میکرد، شاید الان جایگاه خیلی بالاتری در فوتبال ایران داشت. نفرین بر اقبال بعد. تقریبا 100% آدم‌های این فهرست تا حدودی در از دست دادن موقعیت ممتازشون مقصر بودن. جواد منافی اما مفت سوخت. تقدیر با اون بد تا کرد، وگرنه شاید یکی از موندگارترین ستاره‌های فوتبال ایران خلق می‌شد. منافی در پست هافک چپ به سرعت استعدادش رو به رخ کشید. به تیم ملی رسید، در انتخابیه جام جهانی به عربستان گل زد و در بازی‌های آسیایی هیروشیما درخشید. منافی یکی از ستاره‌های تیم مخوف پرسپولیس در سال 73 بود و همه منتظر بودن در پایان اون فصل به یکی از پیشنهادهای خارجیش جواب مثبت بده. اون اما چند روز قبل از دربی جنجالی دیما، مسابقه‌ای که نیمه تموم موند، با اصرار از کادر فنی پرسپولیس چند روز مرخصی گرفت تا به خانواده‌اش در ساری سر بزنه. ای کاش درخشان و محمدخانی به اون مرخصی نمی‌دادن. یه تصادف هولناک در چند کیلومتری ساری نزدیک بود جان جوادو بگیره. خوشبختانه عمر اون به دنیا بود، اما اون تصادف لعنتی برای همیشه ستاره اقبالشو در فوتبال سوزون. به یاد اون پشتک‌ها. مرداد اولادی 6 سال قبل در چنین روزهایی چهره در نقاب خاک کشید. خیلی بیخبر و شوکه کننده. قصه اون قصه یه مهاجم فرصت طلب و چارچوب شناس بود. قشنگ گل میزد و قشنگتر شادی میکرد. هنوزم پشتگاه سریالیش بعد از هر گل در ذهن هواداری فوتبال باقی مونده. گل استثنایی اولادی به مهدی رحمتی با ضربه چیپ از مهمترین لحظات فوتبالی مرداد بود. ستاره‌ای که به تیم ملی هم رسید و میتونست آسمون بلندتری رو لمس کنه، اما نشد. روح شاد پسر. حالا شما بگید اگر قدرت بازگردوندن فقط یکی از این ستاره‌های سوخته به دوران اوج رو داشتین، کدوم یکی از اینا رو انتخاب می‌کردین؟ این زیر واسم بنویسید. اگرم از محتوای ویدیو راضی بودین، سابسکرایب یادتون نره. فعلاً